سلام، به کانال پرفکت نرس خوش اومدین. سری پنجم جواب بانک سوالات رشته قابلگی از صفحه 27 تا 37 را شروع میکنیم. سوال اول، کدام یک از اختلالات طبی زیر دلیل عمده مرگ و میر مادر میباشد؟ جواب هست خونریزی های شدید ولادی و بعد از ولادت، پرکلمسی و اکلمسی و فقدان ترانسپورت کابی. همه موارد. جواب هست خونریزی های شدید ولادی بعد از ولادت. اعتلان جنین در بطن مادر می تواند به اشکال زیر باشد. اعتلان یا اوبلیک هست یا کرلانگیگو هست و یا ترانسفرس. وظیفه ابتدای قلب عبارت است از تقسیم خون به همه قسمت های بدن. وظیفه سیستم اندوکرین عبارت است از گزینه ب و جیم، کنترل بدن توسط انتشار هورمون ها به داخل بدن و مشارکت با سیستم عصبی جهت موازنه و کنترل بدن. بعد از ارزیابی درجه حرارت مریض، فراهم کننده صحی باید کدام یک از کارهای زیر را انجام دهد؟ جواب هست گزینه الف و جیم. درجه ارزیابی و ضد عفونی کردن، آبکش کردن و خشک نمودن ترمومتر. انتان می تواند از مریض به کارکنان صحی به طور زیر انتقال یابد. جواب هست تمام جوابات، یعنی از طریق سوزن ها، از طریق پریدن خون و از طریق جلد مجروح. تاریخ تخمینی ولادت از معلومات زیر محاسبه می شود: از اولین روز آخرین پریود تحیزی نرمال. فشار خون خانم باید چک شود. در موقع جواب هست در هر ملاقات دوره حاملگی. دردهای بطنی در ترایمستر دوم و سوم حاملگی شاید از سبب کدام عوامل باشد؟ به خاطر کش شدن عضلات و عربده های اطراف رحم که بیش از حد بزرگ گردیده است. کدام یک از علائم زیر برای تشخیص بندش شانه سازگار است؟ جواب هست گزینه الف، رأس جنین ولادت می شود اما در قسمت فرج به شکل محکم باقی می ماند. در مرحله دوم ولادت توسع عنق رحم مکمل 10 سانتی متر از جغد آمونی اکثرا تمزق می‌یابد و نزول رأس به شکل یک نواخت می‌باشد. گزینه سی، تاریخچه خانم در اثنای ولادت معلومات زیر را باید در بر بگیرد. جواب هست معلومات شخصی، حاملگی قبلی، ولادت موجوده، تاریخچه ولادی و طبی. در خانمی که که آبسه پستان نزدش انکشاف می‌کند، باید توصیه می‌کنیم که شیردهی را از هر دو پستان ادامه دهد. عقیده بر این است که اداره فعال صفحه ولادت سبب می شود تا مقدار خونریزی تقلیل یابد، صفحه ولادت کوتاه شود و کم ساختن اوقاتی که خانم در خطر خونریزی قرار دارد. که جواب می دهد تمام اینها. نوزاد در صورت حرارت بدن خود را دست می دهد که هم جان نوزاد تر باشد. نوزاد نزدیک دیوار یا کلکین سرد باشد. جلد نوزاد در هوای سرد یا سطح سرد باشد. جواب هست تمام جوابات. مراقبت ناف نوزاد شامل است و جواب هست هیچ کدام، یعنی لازم نیست هیچ پانسمان یا چیزی بر روی ناف زده بشه. تتراسیکلین موضعی در چشم باید در کجا تطبیق کرد؟ در داخل پلک پایینی چشم. شرایطی که باعث خفه شدن طفل در هنگام ولادت می شود. جواب هست اجرت جنین در زمان ولادت همراه و یا بدون مکونیوم یا مایه آمنیتیک است. علائم ربچر تهدیدی رحم شامل است بر تمام اینها. نبض سریع مادری، درد مداوم و حساس بودن ارتفاع آن زجرت جنینی و در نتیجه تمام این هاست. به تعقیب تولد قور رحم تقریبا 2 سانتی متر در 90 تا 10 روز کاهش می‌یابد. برای زنان بعد از ولادت در مورد نکات زیر باید سفارش داده شود. جواب هست حفظ و صحه، تغذیه، استراحت، خواب، فامیلی پلانینگ و شیردهی. در روز 10 بعد از ولادت رحم در کجا قرار دارد؟ در علوای ارتفاع آنه. فامیلی پلانینگ صحت مادر طفل رو بهبود میبخشد. جواب هست پس تمام جوابات بالاشه. میاد متوقع ولادت قرار زیر تخمین میشود: از اولین روز آخرین عادت ماهوار. خانومی که در اثر یک واقع عاجل ولادی مصاب شاک شده باشد باید تمام اینها، یعنی نبض سریع دارد، فشارش پایینه و تنفس سریع دارد. تداوی عاجل حمل خارج رحمی کدام از گزینه الف و ب، یعنی هم که رسمش میکنیم و آمادگی برای لاپاراتومی میگیریم و هم که باید موجودیت خون در نقل قبل از جراحی را داشته باشیم. پلاسنتا پرویا قرص
پلاسنتا در قسمت پایین قسمی و یا مکمل باشد. گزینه ب خونریزی بعد از ولادت سیلن تعریف کردیده است. خونریزی های ناگهانی بعد از ولادت مقدار 300 و 500 معمولا بعد از ولادت نرمال هستش. خونریزی های آهسته متداوم یا خونریزی ناگهانی بعد از ولادت رو باید به صورت درست اندازه شد و اگر بیشتر از 500 بود باید تداوی شود. اگر یک پلاسما احتباس شده بعد از 30 دقیقه تطبیق اکسیتوسین و کشش تحت کنترل حبل سوراوی ولادت نشد و رحم تقلص نمود باید چیکار کنیم؟ خروج پلاسنتا توسط دست صورت بگیرد. اگر ملاقات اول خانم یک مرکز صحی باشد باید از نزد خانم یک تاریخچه مکمل گرفته شود. در جریان حاملگی می تواند مشکلات زیر دریافت شود. جواب هست تمام اینها. فشار خون و پروتئین در ادرار در زمان حاملگی اطلاق می شود به پری اکلمسیا. دوای انتخابی برای جلوگیری و تداوی اختلالات پری اکلمسیا چی هستش؟ مگنزیوم سولفات یک عنق رحمی که بالاتر از 4 سانتی متر از بعد از 8 ساعت تقلصات منظم توسعه نکند یکی از علائم یکی از حالات زیر می باشد. جواب هست ولادت انسدادی. معرف پری اکلمسیا چیست؟ جواب هست فشار بلند همراه با موجودیت ادرار، پروتئین در ادرار، مفاد شیردهی و قطع عادت ماهوار. این است که تمام موارد فوق، یعنی هم باعث صحت طفل میشه و هم از هم جلوگیری میکنه و هم ما هیچ مداخله هورمونی و مکانیکی نکردیم. تطبیق واکسن تتانوس به مقدار زیر صورت میگیرد. جواب هست نیم امل از طریق داخل عضله در بازوی خانم. اگر طفل اول یک حمل چندگانگی به قرار مستعرض باشد، طفل اول اگر مستعرض باشد باید چیکار بکنیم؟ باید سزارین سکشن بکنیم. سرعت نرمال قلب جنین در جریان تقلصات آهسته می شود، اما مگر رحم استرخا پیدا کند دوباره نرمال می شود. معاینه پسر پلاسنتا شامل مراحل زیر هست. تمام اینها، یعنی هم اخشی حبل سوراوی و پلاسنتا، چک نمودن کناره ها و چک نمودن ساختمان و جسامت پلاسنتا، همه رو باید چک بکنید. مضاد استباب ارگومترین کدام است؟ جواب هست مرض های با فشار خون بالا مثل اکلمسی و پرکلمسی. رحم آتونیک بعد از ولادت نمیتواند در سقط تهدیدی برای مریض هیچ گونه ادویه یا هورمون داده نمی شود. شرط برای تطبیق واکیوم کدام یک از موارد زیر هست؟ تمام موارد، یعنی باید جنین ترم باشه، اتلان برتکس باشه، عنق یا توسط تام باشه و همچنین استیج 0 یا که 2/5 بالاتر از ارتفاع آنه باشه. آمینوایتیس وقتی تشخیص می شود که یک خانم شکایت زیر را دارد؟ جواب هست توی آمنیونایتیس خانم افرازات بدبوی محولی ندارد. در نتیجه اگه بخوایم اینا رو حساب بکنیم مادر تاکیکارد هستش. به تعقیب برطرف کردن کوپر تی داخل رحمی باروری برمیگردد. بعد از اینکه آیودی رو برداشتیم فوراً فرد میتونه حامله بشه. ارزیابی مریض برای پلان‌های فامیلی مشتمل است بر گرفتن تاریخچه شخصی، اجتماعی، مدت کسری، طبی و فامیلی. یک استفاده کننده جدید کانتراسپتیک فمی باید تابلت رو چه وقت شروع کند؟ جواب هست در جریان و پایین روز اول سیکل ماهوار. کدام وقت برای زرق دی ام پی ای بهتر است؟ جواب هست در بین اینهایی که گفته 6 هفته بعد از ختم هم. کدام زمان برای یک خانم که آله داخل رحمی را جا گذاشته و احساس آن را نمی کند ضرورت هست چک شود؟ باید فوراً به کلینیک بره چون احتمال داره که افتاده باشد و خانم حمل بگیرد. ارتفاع قور رحم بعد از ولادت در روز دهم به در کدام قسمت جذب می شود؟ جواب هست در بالای ارتفاع آنه. علائم خطر برای یک مادر در زمان حمل عبارت است از درد بسیار شدید بعد در زمان 22 هفته و بعد از حمله هفته 22. تطبیق واکسین تیتانوس به چه مقدار هست؟ نیم امل از طریق زرق داخل عضله در بازوی خانم. جهت جلوگیری از کمخونی به خانم چه میدهند؟ فولیک اسید و آیرون. عراض و علائم اچ‌آی‌وی کدام هست؟ جواب هست انتقالات
انتقال انتانات جنسی، ضعیفی، دوامدار بزرگ شدن غدوات لنفاوی، اسهال مزمن و بختن وزن زیاد. چه وقت زرق اول دیپو رو شروع میکنیم؟ جواب هست گزینه A و B، یعنی هم در 7 روز اول باشه و هم مطمئن بشیم که خانم حامله نیستش. محدودیت های متد کاندوم کدام هست؟ جواب هست در بعضی مردان حساس بودن در مقابل جنس مخالف را کاهش میدهد. مراجعه کنندم بعد از قرص نمودن کپلتی مشوره بدهید تا معلومات زیر را بداند. جواب هست تا در 24 ساعت اول داشتن درد خونریزی یک حالت نرمال هست. شستن دست ها به هنگام عملیه مهم در وقایع از انتان در حالات زیر می باشد. جواب هست تمام جوابات بالا، یعنی هم در عملیه جراحی، هم قبل و بعد از دستکش و هم بعد از تماس به وسایل منتن باید دستامون رو بشوره. مشوره دهی یکی از اجزای عمده خدمات تنظیم خانواده بوده و با مراجع کننده کمک می کند تا متد مناسب ضد حاملگی را آغاز نماید. تشوشات مرگ جنین در داخل رحم ممکن است سبب فاکتورهای زیر به وجود آید. جواب هست پرولاپس کرد، مایع آمنتیک آلوده، بومکانی یا معدوم شدن حرکات جنین و عدم وجودیت صدای قلب جنین. ناراحتی های معمول زمان حمل می تواند قرار زیر باشند. درد های بعدی مشکلات هضم و جذب، تغییرات حالات روانی و درد های کمر. امراض و علائم مشکلات تنفسی عبارت است از عدم موجودیت تنفس، تنفس بیشتر از 30، انسداد تنفس و گازات. در صورتی که جیب قشای آمنیون خانم توزق نموده باشد، این مهم است که بپرسیم گزینه A و B، یعنی که چه وقت تمزق کرده و رنگ مایه آمنیتیک و بدبوی است یا نه. نشانه کردن بالای پرتقال در حالات زیر باید آغاز گردد. در مرحله فعال، در مرحله اول، یعنی از وقتی که 4 سانتی متر باز هستش، جدا شدن پلاسنتا از دیواره رحم موجب حالات زیر می‌گردد. تقلص و انقباض رحم، یعنی تمام عضلات رحم چی میکنه؟ تقلص و انقباض پیدا میکنه و فقط یک لایه نیستش. معاینه پلاسنتا شامل مراحل زیر میباشد که شامل تمام اینها هست، یعنی هم باید اقشیه و حبل سوراوی چک شده، هم کناره های پلاسنتا و هم ساختمان پلاسنتا. عقیده بر آن است که اداره فعال صفحه سوم ولادت سبب میشود تا تمام اینها، یعنی هم خونریزی رو کم میکنه، هم صفحه ولادت سوم رو کم میکنه و هم خطر خونریزی رو کمتر میکنه. به منظور کنترل خروج رس در جریان ولادت باید سر رو به شکل ثابت در مقابل تهیجان محکم بگیریم. CPD به معنی عدم تطابق رأس جنین با مدخل خروجی حوصله مادر هستش. معاینه محولی نزدیک خانم حامله باید بعد از معاینه بطنی اجرا گردد. سرحد جدایی بین سگمنت اولوی و سفلر رحم رو به نام حرکات جنین در حاملگی که توسط مادر در یک از هفته‌های زیر جست می شود 18 تا 20 هفتگی. FHS یا آواز قلب جنین بعد از هفته 20 حاملگی قابل اسقاط می باشد. تاریخچه HIV شامل کدام یک از تاریخچه ها می باشد؟ تاریخچه طبی هستش. رحم آتونیک بعد از فلادت نمی تواند تقبض نماید، یعنی قبض شود. اگر سویه هموگلوبین کمتر از 7 باشد آنمی شدید است. مشکلات حمل زیاد و پی در پی قرار زیر می باشد. جواب هست تمام موارد. تنظیم خانواده کمک می کند. جواب هست گزینه C. دوره حیض و ارتباط آن با متدهای جلوگیری از حاملگی قرار زیر هست. جواب هست هیچ کدام از موارد بالا، چون که دوره تحیض خانم رو به حاملگی آماده نمی کنه بلکه داخل رحم رو خالی می کنه. دوره تحیض سبیه درقیه یا تیرویدش نقش نداره و هورمون های تقدان و خود رحم هستش و دوره تحیض حراره بدن رو پایین می آورد، اونم پایین نمیاره. اوزای مای ریوی در یک خانومی که پرکلمسیا دارد یک علامه کدام یک از موارد سیر هستش؟ عدم کفایت قلب. ادویه انتخابی برای وقایع و تداوی اختلالات پرکلمسیا چی هست؟ مگنزیم سولفات. شرایط برای تطبیق وکیوم اکسترنشن
عبارت است از تمام موارد سقط مختن منتن خواص زیر را دارد. آمین نایتیز وقتی تشخیص می شود که یک خانم شکایات زیر را دارد. جواب است گزینه دی. در حالات خونریزی مقدم بعد از ولادت به جروحات عنق و محول یا ایجان وقتی مشکوک می شویم که پلاسنتا مکمل و رحم متقلص باشد. میعاد متوقع ولادت چه وقت حساب می شود؟ از اولین روز آخرین عادت ماه با قرار جنین کدام یک از این هاست؟ جواب لانگینو، اوبلیک و ترانسفرس. پماد تتراسیکلین را در کدام قسمت چشم باید تطبیق کنیم؟ در بچه داخلی جفنه سفلا. معاینه بطنی بعد از ولادت شامل موارد زیر هست. جواب هست اندازه نمودن ارتفاع قبر توسط یک فت توسط اون که در طرف راست خط سلامتی نشان دهنده یکی از موارد زیر می باشد. پیشرفت غیر مناسب ولادت در سمت راست، یعنی که پیشرفت غیر مناسب هست. تداوی مترایتیس شامل نکات زیر هست. گزینه بی. جهت ارزیابی اطلاعات جنین در لیبر جواب هست گزینه دی. هرگاه سر جنین با معاینه بطنی در حوزه فلانگ محسوس باشد نشان دهنده سی است. اطلاع شانه یا مسترد. خونریزی محولی مقدم بعد از ولادت می تواند برای یکی از علل زیر باشد. ببینید مقدم گفته. جواب هست تمام موارد. خب تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. لطفاً با لایک و کامنت از کانال حمایت کنید.